سلام، خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از ویدیوها. امروز میخوایم با همدیگه راجع به یک موضوع بسیار مهمی صحبت کنیم، صرافی‌های غیر متمرکز و متمرکز که این روزها و در چند هفته گذشته شاهد خبرهای بسیار زیادی از صرافی‌های متمرکز بودیم و خیلی از کاربرها این ترس به دلشون افتاد که آیا صرافی‌های متمرکزی مثل بایننس و کراکن و کوکوین آیا میتونن هک بشن، آیا میتونن مثلا ورشکسته بشن، و حالا خبرهایی برای مثل کوکوین اومد، حتی کراکن هم خبرهای بعدی براش منتشر شد و از لحاظ فاندامنتال تاثیرهای منفی رو روی قیمت صرافی‌های متمرکز گذاشت و حتی توکن‌های این صرافی‌ها مثل کوکوین و کراکن ریزش بسیار سنگین داشتن و مهمترین صرافی متمرکزی که شاید خیلی‌ها اسمشون رو میشناسن و یه زمانی رنگ سوم در اختیار اون بودش، صرافی FTX بودش که دیگه از این رنگ خارج شده و اومده رنگ خودش رو آورده پایین‌تر. علتش هم کاملا مشخص ورشکسته شدن صرافی FTX، یکی از بزرگترین صرافی‌های بودش که اتفاق بسیار منفی براش افتاد و توکنش اومد ریزش کرد. به هر حال کلاً صرافی‌های متمرکزی که هستن برای خودشون یه دونه توکن دارن، مثل کوکوین که یه توکنی برای خودش داره، بایبی، توکی اکسچنج که هر کدوم از اینها برای خودشون یک توکنی دارن و طبیعتاً زمانی که این اتفاق داخل بازار میفته و یه صرافی از اعتبار خودش میفته و خیلی‌ها به سمتش نمیرن، باعث میشه که صرافی‌ها ریزش کاربر داشته باشن، ریزش یوزر داشته باشن و توکن هاشون هم بیاد کنار اونها ریزش داشته باشه. و این اتفاق برای برخی از رمزارزها مثبت میشه. رمزارزهایی هستن، به نظر شما کدوم رمزارز هستن؟ رمزارزهایی هستن به اسم صرافی های غیر متمرکز یا دیسنترالایز اکسچنج که همونطور که میدونید زمانی که برخی از صرافی یه فاندی برای یکی از این صرافی ها متمرکز مثل کوکوی مثل کراکن میاد و کاربرها از صرافی ها هجوم میارن و خارج میشن، توکن های و کوین های صرافی های غیر متمرکز میاد رشد میکنه و پامپ میکنه به سمت بالا. و همونطور که میدونی بازار کریپتوکارنسی ماهیت اصلیش اینه که غیر متمرکز باشه و این غیر متمرکز بودن روز به روز داره بیشتر میشه، از متمرکز بودن داره خارج میشه و داره به سمت غیر متمرکز میره. پس صرافی هایی که وجود دارن که غیر متمرکز هستن که الان یه چند تاشو با هم دیگه بررسی میکنیم، در آینده به نظر میرسه که توکن های اونها هم میتونن رشد بسیار خوبی رو داشته باشن و کاربرهای زیادی بیان از اونها استفاده کنن، که این همون بچه‌ها برای کیف پول‌ها هم اتفاق میفته که توی ویدیوی گذشته بیت کوین تحلیلش رو که انجام دادیم، تراست ولت رو اومدیم بررسی کردیم و گفتیم که کیف پول تراست ولت یک کیف پول نرم افزاری هستش و کاربرها و هولدرها مایل به این هستن که توی تراست ولت بیان خرید و فروش انجام بدن یا نگهداری کنن تا بیان مثلا دارایی خودشون رو توی صرافی مثل کوکوین نگهداری کنن. و این باعث شد که مثلا توکن تراست ولت بیاد رشد داشته باشه به سمت بالا و رشد بسیار خوب رو هم در میتونیم بگیم یک ماه گذشته تجربه کرد. و حالا صرافی غیر متمرکزی وجود دارن، یه چند تاشو برای شما مثال میزنم اینجا بچه‌ها. صرافی های متمرکز هستش بایننس، کوین بیس، کراکن، کوکوین، که حالا برای هر کدوم خبرهای منفی اومد. یه دونه میتونیم بگیم خیلی ها توی کامنت ها از من پرسیده بودن و گفته بودن که آیا کوکوین ورشکسته شده و ما باید ازش صرافی از این صرافی دارایی خودمون رو خارج کنیم یا نه، که خیلی از دوستان خیلی از کاربرها از این سوال پرسیده بودن که دوستان صرافی کوکوین در چند ماه گذشته خبرها و فاندای بسیار منفی براش منتشر شده بود. علتش، حالا یکی از دلایلش این میتونه باشه که رقیب‌های بسیار قدرتمندی دارن که میان کوکوین رو میبرن به حاشیه و کاربرهاش میاد ریزش پیدا میکنه. کلا تمام میتونیم بگیم صرافی‌های متمرکزی که وجود دارن و خیلیاتون باهاش آشنا هستید، خود بایننس هم که یکی از بزرگترین اونها هستش، در همه این صرافی‌هایی که وجود داره بایننس یکی از بهترین های اونها هستش. یعنی غیر از بایننس ریسک های بسیار زیاد دارن برخی از صرافی ها، و سعی کنی که به هیچ عنوان توی صرافی های متمرکز دارایی رو نگهداری نکنی، چون که FTX رو همونطور که میدونید صرافی بسیار بزرگی بودش و خیلی ها حتی توکن FTX هم اومده بودن خریداری کرده بودن، ولی چه اتفاقی براش افتاد؟ FTX اومد ورشکسته شد که حالا با پشت پرده اینا کاری نداریم، ریزش کرد به سمت پایین، خیلی ها نتونستن پول خودشونو برداشت کنن، هرچند که الان میتونن برداشت داشته باشن، ولی دیگه اون صرافی به درد نمیخوره. و برای اینکه ما بتونیم برای یک هولد بلند مدت رمزارز رو نگهداری کنیم، 100% کیف پول‌های نرم افزاری و حالا برای خرید فروش هم ما میتونیم از سمت صرافی‌های دیسنترالایز یا صرافی‌های غیر متمرکز اکسچنج بیایم استفاده کنیم. بریم با هم دیگه یه چند تاشو نگاه کنیم. اینجا بچه‌ها لیست صرافی‌های غیر متمرکز، توکن‌های غیر متمرکز رو داره برای ما نشون میده که صرافی دارن برای خودشون، اکسچنج دارن، دکس دارن که بر اساس مارکت
مارکت کپ اومده اینجا برای ما رنک بندی کرده که اولینش یونی سواب هستش، استلار هستش، پنکیک سواب و SNX که این رمزارز رو هم حتما توی ذهن خودتون داشته باشید که توی واچ لیست خودتون بذارید که من این رمزارز رو هم باز میکنم. که حالا رمزارزهای مختلف زیادی وجود دارن که هر کدوم یه دونه دکس غیر متمرکز دارن و کلا پره دیگه توی بازار کریپتوکارنسی، حتی میم کوین ها و حتی شت کوین هایی که میان وارد بازار میشن یه دونه برای خودشون یه دونه صرافی غیر متمرکزی میان لانچ میکنن و میارن بالا که بتونن تو اون موضوع موفقیت کامل رو داشته باشن. ولی مهمترین اونها، اون اصلی ترین صرافی غیر متمرکزی که وجود دارن و توکن هاشون میتونه رشد داشته باشه در آینده اگر بخوایم یه سرمایه گذاری داشته باشیم، اولا که حالا برای اینکه تو صرافی ها ما ثبت نام کنیم، من هیچ صرافی رو برای شما معرفی نمی کنم، ولی مهمترینش بایننس هستش و به نظر من بهترین کاری که ما میتونیم انجام بدیم توی صرافی بایننس بیایم خرید و فروش انجام بدیم، ترید انجام بدیم و اگر هم میخوایم نگهداری کنیم به کیف پول های نرم افزاری مثل تراست ولت بیایم انتقال بدیم که به نظر من بهترین کار میتونه این باشه. و در حال حاضر بایننس یکی از بهترین ها هستش، کوکوین هم میتونه خوب باشه، ولی بچا از هر کدوم از این صرافی های متمرکزی که میان استفاده میکنید به عنوان ترید ازشون استفاده کنید. مثلا خیلی ها میان 100 دلار شارژ میکنن و اونجا ترید انجام میدن و زمانی که سود میکنن اونها رو میان برداشت میکنن و میفرستن به کیف پول خودشون، که این یکی از کارهایی هستش که ما میتونیم انجام بدیم. و اما صرافی های غیر متمرکز رو نگاه کنیم، یکی از اینها SNX هستش که اگر بریم نمودارش رو کامل برای شما توضیح بدم، قیمت فعلی 1.80 دلار هستش که در معرض این میتونه باشه که رشد بسیار خوبی رو داشته باشه. اینجا رو نگاه کنیم، سقف قیمتی که برای خودش داشته 27 دلار بودش. دلیل این که بچا یه دفعه یه پامپی داشت به سمت بالا، اینجا رو نگاه کنیم پامپ بسیار خوبی رو به سمت بالا داشت، اون زمانها غیر متمرکز بودن خیلی جواب داد. یه زمانی خیلی ترند شده بود رمزارزهایی مثل پنکیک سواب، یونی سواب، سوشی سواب، هر کدوم از اینا پامپای بسیار خوبی رو به سمت بالا تجربه کردن که اکثر رمزارزهایی که برای خودشون صرافی غیر متمرکز داشتن همشون در معرض یک پامپ بسیار خوبی بودن و تونستن یه پامپ بسیار خوب رو به سمت بالا تجربه کنن. رمزارز بعدی رو اگر نگاه کنیم سوشی سواب هستش. سوشی سواب رو هم میتونید زیر نظر بگیرید و توی واچ لیست خودتون داشته باشید. روی بستر اتریوم هستش، حالا رو بسترهای دیگه ای هم وجود داره، بی ام بی نا هستش. قیمت فعلی رو نگاه کنیم 1.30 دلار و کل چارتشو با هم دیگه بررسی داشته باشیم. سقف قیمتی رو نگاه کنیم، رسیده بود به عدد 23 دلار. کلا اکثر رمزارزهایی که غیر متمرکز بودن و صرافی داشتن برای خودشون سقفای بسیار زیادی زدن و از اون تایم به بعد ریزش سنگینی رو هر کدوم از اینها تجربه کردن و نمودارشون رو اگر بخوایم نگاه کنیم، همین سوشی سواب برای خودش داره اینجا کفسازی میکنه، هنوز رشدی به سمت بالا تجربه نکرده و اگر حالا صرافی غیر متمرکز ترند بشن، سوشی سواب یکی از اونها میتونه باشه. حالا برای استفاده کردن هم برای شما میگم که از کدوم یکی از این صرافی غیر متمرکز ما میتونیم استفاده کنیم. سومی رو نگاه کنیم، یونی سواب هستش، قیمت فعلی 6 دلاره. پنکیک سواب و یونی سواب با هم دیگه خیلی ربط دارن و شبیه هستن به هم دیگه و این دو تا رمزارز رو اکثرتون دیگه میشناسید، یونی سواب و پنکیک سواب، اونایی که با اتریوم کار میکنن و خرید فروش انجام میدن و دارایی بسیار زیاد دارن، اتریوم رو و حالا یونی سواب رو باهاش آشنا هستن و اونایی هم که با بی ام بی کار میکنن و رمزارزهایی که روی بستر بی ام بی هستن خرید فروش انجام میدن، پنکیک سواب رو باهاش آشنایت کامل رو دارن، از اونجا میان تبدیل میکنن و سواب میکنن که خیلی ها باهاشون آشنایت کامل رو دارن. هر کدوم از اینها بچا دو تا صرافی غیر متمرکزی که وجود داره، یکی پنکیک سواب و یکی هم که یونی سواب هستش که ما میتونیم از اینها استفاده کنیم که بیشترین استفاده رو ما میتونیم از پنکیک سواب داشته باشیم. روی تراست ولت مثلا میخوایم یک دارایی رو بخریم و اونجا نگهداری کنیم یا حتی انتقال بدیم، چون که روی بستر بی ام بی هستش میتونه برای ما راحت باشه و میتونیم ازش استفاده کنیم. یونی سواب هم که مخصوص هستش برای اون رمزارزهایی که روی بستر اتریوم اومدن بالا و خود مثلا اتریوم رو شما زمانی که میخواین از روی تراست ولت خریداری کنید یا میخواین یک رمزارز رو تبدیل کنید به یک رمزارز دیگه که روی بستر اتریوم هستش، باید از یونی سواب این کار انجام بدی که هر کدوم از اینها برای خودشون مزیت‌های مختلفی دارن که بیشترین استفاده رو ما میتونیم از پنکیک سواب داشته باشیم. با هم دیگه حالا یه رمزارز دیگه هم من میخوام بررسی کنم بهتون، رمزارز DYDX هستش. این رمزارز رو من قبلا حالا راجبش برای شما توضیح‌های کامل رو داده بودم. این صرافی هم متمرکزه، نکته جالبش اینجاست، هم متمرکزه و هم غیر متمرکزه، یعنی یک بخشی داره، یک آپشنی داره که برای حالا متمرکز بودن صرافی متمرکز داره ارائه میده خدمات خودش رو و یک بخشی هم برای خدمات خودش رو داره ارائه میده به عنوان یک صرافی غیر متمرکز.
متمرکز که کلن داره از هر دو جهت پشتیبانی میکنه. کلن دیواید ایکس رو از نظر من توی سبد خودتون داشته باشید، هرچنگی مثلا سوشی زوا و بقیه رو خریداری نکنید، ولی دیواید ایکس رو حتما توی سبد خودتون داشته باشید و اگر تونستید از صرافی رو تهیه کنید، چرا که اگر نگاه کنیم سقف قیمتی 26 دلار اینا بودش و از اون تایم یک ریزشی به سمت پایین داشته. از نظر من کلن رمزارزهایی که غیر متمرکزن و دیکس غیر متمرکزی دارن، صرافی غیر متمرکزی دارن، یه دونه رشدی رو به سمت بالا میتونن داشته باشن و اگر صرافی های متمرکز بیان ریزش کنن به سمت پایین، اینو بدونی که کاربرها هجوم میارن برای این صرافی هایی که اینجا وجود داره، که مخصوصا پنکیک سواپ، یونی سواپ، اینا دو تا از صرافی غیر متمرکزی هستن که کاربرای زیادی ازشون میان استفاده میکنن و دیواید ایکس هم که یکی از اونها میتونه باشه، سوشی سواپ هم که رو بستر اتریوم هستش، اینا کلا صرافی غیر متمرکزی هستن که کاربرهای زیادی رو میتونن برای خودشون جذب کنن. با این حالا وضعیتی که برای صرافی‌های متمرکز پیش اومده و خیلی‌ها احساس ناامنی میکنن و امنیت پایین رو دارن احساس میکنن، باعث میشه که از اینا بیان کوچ کنن به این صرافی‌هایی که اینجا موجود هستش. دیواید ایکس و کلا الان کلا اکثر رمزارزهایی که غیر متمرکزن، صرافی غیر متمرکز دارن، یکی دیواید ایکس هستش، پنکیک سواپ، یونی سواپ، سوشی سواپ، اس ان ایکس و حالا صرافی‌های مختلفی هستش، هر کدوم از اینا دارن برای خودشون یک کف‌سازی رو انجام میدن. یعنی الان روی کف‌های قیمتی خودشون هستن. مثلا بریم نمودار دیواید ایکس رو برای شما نشون بدم و چند تا نکته هم از لحاظ نموداری بگم برای شما. کلا دیواید ایکس به نظر من برای هولد بلند مدت مناسب هستش کنار پنکیک سواپ و یونی سواپ. مخصوصا پنکیک سواپ ما میتونیم این هولد رو انجام بدیم برای یک تایم بلند مدت. نمودار روزانه‌اش رو بخوایم نگاه کنیم، این نمودار روزانه دیواید ایکس هستش که از اینجا اومده ریزش کرده به سمت پایین، یه چیزی حدود 93% ریزش رو از سقف قیمتی خودش داشته. اکثر رمزارزها همین بودن، یعنی تنها دیواید ایکس نبوده که این ریزش رو داشتن. پنکیک سواپ رو هم بریم نگاه کنیم، همین موضوع برای پنکیک سواپ هم پیش اومده که ریزش داشته. علتش هم کاملا مشخصه، فکر کنم چیزی حدود یک سال داره از اون موضوع میگذره که خیلی ها اومدن هجوم آوردن به صرافی غیر متمرکزی مثل پنکیک سواپ و این باعث شد که توکن های اینها بیاد رشد کنه به سمت بالا و یه پامپی رو به سمت بالا بیان تجربه کنن. اینم نمودار پنکیک سواپ هستش که روزی میتونیم بگیم چیزی حدود 43 دلار بودش و از اونجا یک ریزش 90% رو اومده تجربه کرده. یونی سواپ رو بریم نگاه کنیم، قیمتش هم 3 دلار 90 سنت هستش. یونی سواپ هم بریم یه بررسی داشته باشیم، یونی این یه دونه های اضافه کنیم بهش، اینم نمودار یونی سواپ هستش که اینجا رو اگر نگاه کنیم، یونی سواپ هم یک سقفی رو برای خودش تشکیل داده 44 دلار و از اونجا یک ریزش چیزی حدود 86% اومده تجربه کرده. رمزارز اسینیکس رو بریم نگاه کنیم با هم دیگه، این رمزارز هم یه بررسی داشته باشیم و ببینیم که به چه شکلی هستش. این رمزارز هم تا 29 دلار و 30 دلار رشد کرده و از اونجا یک ریزش 93% داشته. کلا ریزش‌های سنگینی داشتن و دارن کف‌سازی انجام میدن. مثلا همین رمزارز سینیکس رو نگاه کنیم، اینجا داره برای خودش کف‌سازی میکنه، توی تایم فریم هفتگی یه الگوی دبل باتمی رو داره تشکیل میده که اگر این اتفاق بیفته میتونه یک رشدی رو به سمت بالا، اولین تارگت 4 دلار باشه و این عدد رو بیاد برای خودش پر کنه که همین ها موجود هستش. حالا یه جمع‌بندی کنیم و من حالا اون نکته هایی که توی این ویدیو برای شما گفتم رو جمع‌بندی کنم و خلاصه بگم برای شما. ما اینجا چند تا صرافی رو با هم دیگه بررسی کردیم. توی صرافی‌های متمرکز گفتم که صرافی بایننس اگر تونستی ثبت نام کنی و احراز هویت انجام بدید، امن‌ترین اونها در حال حاضر صرافی بایننس. حالا صرافی مختلفی هم خیلی‌ها میان ازشون استفاده می‌کنن، مثل کوین ایکس، مثل کوکوین، اوکی اکسچنج، بایبیت و حالا هر صرافی که موجود هستش. این رو بدونی که اونجا شما نباید دارایی رو بیای نگهداری کنید. میتونید توی صرافی مثلا اوکی اکسچنج یا بایبیت ترید انجام بدید، ولی دارایی رو اونجا نگهداری نکنید. بایننس اگر بخواید نگهداری کنید امتر هستش، ولی بهترین کار به نظر من انتقال دادن به کیف پول‌های نرم افزاری هستش که حتما این کار رو انجام بدید. و بعد اومدیم صرافی غیر متمرکز رو گفتیم برای شما. صرافی مثل یونی سواپ وجود داره، اسینیکس هستش، سوشی سواپ، یونی سواپ، پنکیک سواپ، دیواید ایکس، که هر چهار تای اینها مخصوصا دیواید ایکس و پنکیک سواپ رو زیر نظر داشته باشید و توی واچ لیستتون داشته باشید. دیواید ایکس رو من خودم شخصا تو سبد خودم دارم و از نظر من آینده
آیندهش میتونه آینده بسیار خوبی داشته و برای یک هولد تایم بلند مدت DYDX میتونه انتخاب بسیار مناسبی برای ما باشه. امیدوارم که از این ویدیو هم لذت برده باشید. اینم از این ویدیویی که امروز برای شما کامل توضیح دادم. حتما بچه‌ها تا اینجا اومدید لایک کردن ویدیو فراموش نشه. نظر خودتون رو زیر این ویدیو کامنت کنید و حتما توی کانال تلگرام و اینستاگرام ما رو دنبال کنید. دمتون گرم تا ویدیوی بعدی. فعلا خدا نگهدار همه دوستان عزیز کانال فست تریدر.